اللهم صل على محمد و محمد اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمت عرض ادب محضر شما و عرض قبولی طاعات و عباداتتون خب ما دیشب در مورد یعنی مقدمی از سه جلسه قبلتر گفتیم در مورد اهمیت خلقت عقل و تا اینجا آمدیم که ما هممون وقتی به دنیا میایم عقل مطبوع داریم که بخشی از عقل مطبوع رو برخی همین غریزه میدونن اما کلا یک واقعیت که ما وقتی بدونیم با هم متفاوتیم حالا امشب اینو کامل باز میکنه و کار باید کرد و اصلا آمدیم که مسیر رو درست بشناسیم مبنای بهش جهنممون قبولی طاعاتمون عباداتمون همه چی عقله آدم بی عقل صدی نماز بخونه نه فایده داره و هر لازم اون اصلا اون عباداتش رو به یک لحظه باطل کنه هم وجود نداره امام در شرح جنود عقل و جهل عرض کردیم که این مبنای ما یک روایت است از امام صادق به سماعت ابن مهران حضرت فرمود هست با باب اول اصول کافی باب عقل این روایت هست و اونجا حضرت میفرمود که اگر شناختی سپاهیان عقل جنود یعنی جمع جند ارتشی ها سپاهی ها سربازان سربازان عقل و شناختی و سربازان جهل و شناختی هدایت میشی و این خیلی مهمه دیگه آقا ما یا تعارف داریم مثلا بهش جنمی وجود داره خودمون سر کار گذاشتیم شوخی داریم میکنیم یا, یا تعارف داریم که میگه آقا فرمایش ما معصوم وقت گوش کرد ها یا اگر واقعا اعتقاد داریم باید تنمون بلرزه که امام صادق داره میفهمه اگه میخواد هدایت بشی بعد ما چقدر اینا رو میشناسیم اوزام خرابه که انه انگار قریزی داریم دینمداری مداری میکنیم و این نمیشه که ببین یا اینا جوکه یا واقعیته جوکه نیست اگه واقعیته پس چرا ما شلیم آدم تنش میلرزه اگر با افزایش قوت و قدرت اقلانیت ما باعث میشه ما جایگاهمون در اون دنیا خیلی بهتر باشه اصلا باید صبح و شب رو بزنیم مثلا همین کار با چه فایده من هفته سال عبادت بکنم به خاطر نداشتن یه گریدی دیدی بعضی الله بلاتشی بلاتشی اصلا قابل قیاس نیست بعضی دیدی به خاطر داشتن یه مدرک تحصیلی اصلا گرید درجه ای اون کارمندیشون و اصلا کلا عوض میشه حقوقشون از یه مبنای دیگه حساب میشه خب چرا این کار نکنیم؟ اون که گفتم بلا چون من این درس آموزه دانشگاهی رو توش اقلانیتی در نمیاد حالا به میگم چرا آقا اون دوربین رو بپا آه. من بس سخنانیم رو بکنم به تصویر باشه به صوت باشه مستمعین رو بپام خدمت شما عارض بشم که امام خمینی در مقدمه شهر جنود عقل و میگه که باید ما این رو اینا رو این مسائل به عموم مردم بشناسونیم به عامه مردم فقط برای خواست نیست که علما بخونن خودشون کیف بکنن برای خودشون حال کنن نه اصلا وظیفه است باید به گوش مردم برسونیم من عرض کردم دیروز چقدر مثال زدم که ببینید چقدر بی بین جامعه جامعه اصلا خود ما ساری و جاریه و اصلا بهش دقت نمی‌کنیم چون عادی شده مثل غذایی که سوخته چون از اول تو خونه بودیم حالیمون نبوده یه نفر از بیرون میاد به ما نگاه میکنه اصلا یه سری رفتارهای خود ماها داریم سبک زندگی غلط انقدر غلطه یه نفر بیرون میاد نگاه میکنه اصلا تعجب میکنه مثلا می شما ایرانی چه اینجورید رانندگی ما رو میبینه تعجب میکنه فضولی کردن ما رو تو کار همدیگه میبینه تعجب میکنه فکر میکنه اسلام اینجوری حالا بیا هی براش آیه قرآن بخون رو بعد ولا تعجب میکنه میگه شما چه اینطوری هستید پس اینا لازم کاربردیه جون و عقل و تو همه ما هست بلقوه است ما باید بلفعلش بکنیم و جهل وقتی اوسیان میکنه وقتی فعال میشه بلفعل میشه در واقع دیگه و باید رو گرفت افسار انداخت گردنش رامش کرد بعد بفهمه در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست شیطونم تا موقعی که این قوه بل... میاد دست میزن رو همینا و اونش که بلقوه بل شده رو بلفعل شده رو بیشتر ور اگر ما به مرحله‌ای برسیم که بتونیم این فضایل اخلاقی رو در خودمون جوری پرورش بدیم که به اون اصلش برسیم دیگه نمیتونه کاری بکنه عد دستش عد... ما عد دستش ما خلاص میشیم خودش هم میگه میگه الا عباد و کم این هم المخلصین میگه اونا که خالص شدن من دیگه نمیتونم کاری بکنم ببین یه موقع از شما راستگویی خب یه موقع از شما راستگویی به تو فرق داره با هم آره اون شما اصلا اون فضیلت و ملکه و ارزش صداقت و صدیق بودن در جان شما نشسته میگن فلانی آدم آدم راستگوی راست میگه آقا تحقیق میکنن آقا فلان اداره میخواد استفاده بشه فلان دانشگاه بیاد استفاده بشه میگن آره آدم دروغ اهل دروغ اینجوری نه آدم راسکویه فلان این راسکویه به معنی نیست که اصلا امکان نداره دروغ اما بعضی افراد هستن در موردش دیدی مردم چی میگن یعنی امکان نداره این آدم دروغ بگه خب بعد اون ما بریم بریسیم به اون اهل بیت فرقشون تو اینه که اون خود صداقتن خود صداقتن یعنی همون کسی هم که صدیق میشه بعد باید, باید بپادا اما اون اصلا یک جوری به این مقام میگه اصلا از این از این بزرگوارا نشأت گرفته آدم حضرت آدم خب امام خمینی میگه آدم اول یعنی اون آدم به ما و آدم یه یک نمادی است در واقع تجلی اسماء الله در میگه و علم الادم اسماء کلها بهش داد دادن تجلی او دارم. و ابلیس شد نماد جهل اون شد نماد عقل این شد نماد چی جهل اون انسان کامل که نماد عقل کامله ما از عقل در اومدیم یعنی اولین مخلوق خدا چیه عقله از عقل در اومدیم اول خود حالا ذات اقدس الهی در نظر بگیرید بعدش عقل بعد عالم مثال بعد حالا عالم چی طبیعت این ملکی که الان توش هستیم خب ما چند لایه به قولی رد کردیم ما تو این پایین ها حالت یعنی عقل از اون حقیقت باطنی خودش الان ظاهر شده در قالب چی یک انسان کاری که ما باید بکنیم چیه ان لله و انا الیه دوباره از همین ظواهر و از این کسرت کسرتی که وجود داره دوباره برگردیم به اون حقیقت چی؟ واحد از کسرت دوباره برگردیم به وحدت. دو یعنی کسرت دور تا دور ما رو گرفته میلیون ها میلیون موضوع مطلب شی، هست که حواس ما رو پرت خودش میکنه میلیون ها میلیون تو آخر زمانم بیشتر میشه جذابتر میشه رنگ و بیشتر میشه نحوه انتقالش هم بیشتر میشه یعنی با این رسانه هایی که وجود داره نباید اینا هواستو پرد بکنه نهایتش اینه که اون خوباش هم باید فقط سورس بده به خدا یعنی شما یک بگی, بگی آقا خب بر بین گل بین زیبایی این منظره بین مهربانی مادر بین همه اینا یه چیز شما میبینی خدا حضرت سلیمان اینجوری بود دیگه مثلا برخواست مفسر من اعتقاد دارم خیلی بد برخورد کردم با این پیامبر الهی حضرت سلیمان هر چی میدید یاد خدا میافتاد مورچه حرف میزنه یاد خدا میفته ها دیدید اوابه یعنی بسیار رجوع کننده به خدا هر چی مینه یاد خدا میفته در مورد ظاهرا میزا جوادالای ملکه تبریزی دیگه میگن ایشون توی روز قدیر مهمانی میگرفت صبح تا ظهر مردم می اومدن و بالاخره ایدی و اینجور مسائل و بعد نهارم میداد یه پسر فاضل طلبه خیلی خوشگل و خوشتیپی هم داشت این رفت میواره بشوره پای هو، اون سرداب و حوز و چی بود همونجا افتاد مرد زنش خودش رسون بش گفت پسرمون مرد گفت ساکت اصلا زن بعیده بتونه تحمل بکنه همچین تصرف کرد در او چطور بود زن ساکت شد گفت هیچ نه. مهمونی برگزار شد تموم شد بعد که این خودی ها مونده بودن و دیگه گفتن آقا این جنازه چیکار کنیم و فلان گفت من ممنونم از خدا که بعد این هم از آقا من ممنونم بعد این همه سال که من عید قدیر مهمونی میگرفتم امسال من عیدی داد آقا از یک مسئله یه چیزی که مرگ یکی از عزیزان گرفته و طبعا باید ناراحتی باشه او جز خدا نمیبینه جز لطف خدا نمیبینه چون به خدا خوشگمانه چون مگه میشه خدا در حق ما بدی بخواد میری چرا چون عالمه عالمی است که میدونه که حضرت خضر اومد زد بچه مرد و زن مؤمنی رو چکار کرد کشت استدلالش هم چی بود؟ گو اگه این بزرگ میشد اینا کافر میکرد میگه خدایا هم برای اون بچه خوب بود شاید همچین چیزیه نمیدونم چیه هم برای من و مادرش خوب بود ممنونت هم همچین نعمتی با ما دادی به این واقعا این ستودنیه همچین آدم به همچین فهمی برسه به همچین درکی برسه آیا ما تمام ات... ما با خدا خوشگمان هستیم مثلا پام بهش کنه خدایا حتما می‌خواستم ادامه بدم احتمالاً می‌خواستم می‌خوام زیر تریلی پدرم درات ممنونه تم از اینکه که یه کار کردن تو حتما اگه میرفتم به یه گناهی می‌افتادم ها این جبرگرایی نیستا که فکر می‌کنی که الان دیگه با اون چی که داره آدم چی باشه مثلا دیگه تکون نده خودشو همینج قناعت کنه هیچ تغییری نکنه این نه این نیست یه همچین کسی ام... اصلا مؤمن امکان داره افسردگی بگیره غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد ساقی یا باده بده شادی آن که این غم از اوست تو دل سختترین چیز لطف خدا میبینه پیکر متحر عبدالله بر روی زمین حضرت زینب سلام علیه هم میفرما چی؟ ما رعی تو الله جمیلا من چیزی جز زیبایی ندیدم ببین چیزی جز زیبایی ندیدم مگه زشتی هم هست مگه زشتی هم شما دیدید این چه سوالیه می بوده جو زیبایی ببینیم اونجا نویسنده لحوف در مقدمش چی میگه میگه من میتونستم همین لحوف جوری بنویسم که تا آخرش رو با شوق بخونید که چه کرد عبا برای رسیدن به خدا تو این سیر الالله چی کار چه این آدم رو کشون برد چه سناریو نوشت همه کاراش رو حساب کتاب بود همه حجت ها رو تموم کرد منتها که نوشتار رو ایشون گذاشته بر اینکه مقتل ذکر بشه که در تاریخ چی بشه ثبت بشه شاید وظیفه افراد دیگری است کار انجام بدن ما دوست کار کردن ما اومدیم دوباره از همون باطن خودمون برگردیم به اون حالا این صفاتی که ما داریم موقع به دنیا اون یه سری صفات صفات ابلیسی است صفات جهلی است صفات ظلمانیه صفات تاریکه ها بچه به دنیا بخیله حسوده شیکموه درست شو؟ میگن یکی از صفات شمر ابن زلجوشن لعنت الله علیه شیکمو بودن بودا میدونستی؟ به وقتی تو میگی و لعن الله را لعنت بر شم خود شم که موضوعیت نداره چه صفاتی شم رو شمر میکنه تو باید در واقع اون صفات رو لعن کنی مبادون اون صفات در من و شما باشه و شمر رو لعن کنیم اون که را لعن کرد بعد داریم یه شمر کوچیکتری در وجود خودمونم لعن میکنیم بفهمیم اینکه که میگن شمر جانباز جنگ سفین بوده این یه هشدار برای من شما برای اینکه هیچ تزمین امثال زبر برای من شما یه هشدارن هیچ تزمین وجود نداره خب بعضی هم هستن که از همون ابتدا میونه یه سری فضایل اخلاقیشون پررنگه آدم بخشنده ایه. اصلا دروغ نمیتونه بگه اصلا ارزه دزدی نداره میترسه. من دیدم این آدم ها مثلا یه سری ها دارن بعد مثلا فکر میکنی این اکتسابی یعنی زحمت کشیده به دست آورده وقتی باش صحبت میکنی میگه نه من اصلا ارزه این کارا رو ندارم یعنی آب نیست آره اگه یعنی میتونه اصلا انگار نمیتونه هم چی کاری بکنه خب خدای با اینا چجوری تا ما باید چیکار کنیم حالا بعضی از بالاخره ممکن یک صفات مثلا یک نفر هست آدمه مثلا حسودیه از اون طرف هم مثلا یه ویژگی باز خوب داره متوجه باید چی کار کرد؟ اولا در مورد صفات خوب و صفات عقلیه باید اینا حفظشون کرد کار خیلی سختی هم هستش و شکر کرد به خاطر داشتنش شکر، شو... خدای شکر این به درد عمد میخور همین فیلم کنم میگه شو میخوام شکر لفظیه نه پاس داشت این رو آقا خدا به این نفر نعمت سخنوری داده حضرت موسی نداشت میبینی؟ گفت این هارون رو بذار من یه سری حرف رو بدم او بگه هو افسح و منی او از من فسیحتره. تره خوشگلتر حرف میزنه وقتی حرف میزنه مردم جذب میکنه. حالا تو این نعمت سخنوری به تو چه استفاده بکنی؟ تو را منحرف کردن مردم از دین من یه بند خدایی اینقدر قشنگ حرف میزنه بالا 500 نفر تو آن شیشه انقدر خوشگل در مورد مواد مخدر حرف میزنه یعنی اصلا میگه برم بکشم لودی چیزی داره دیگه اصلا اینجوری داره میگه خب ببین این چی شد اون یه نعمت بود خدا بهش داده بود اینو باید درست حفظش بکنه بعد این که تو چه مسیری درست چیکار کنه استفاده بکنه کار اینا سخته ها و البته داشتن اینا به صورت ابتدایی هنر نیست اینه که بگی من مردم <applause> چیکار کنیم مردی؟ همه مردم متوجه چی میگم؟ آره هنر اونی که تو بتونی چیزی به دست بیاری که از اول داشتی اون چیزی که داشتی که سرمایه نیست اون اونی که به دست میاری سرمایه است اصلا ما خودمون بعضی اصلا باباش مایدارن ارسی بهشون میرسه بعضی اصلا با پول خودشون زحمت کشه کار خودشون زحمت به پول رسیدن اون دومی بیشتر ارزش داره بین مردم میگم دمش میگه نون بازومو دارم میخورم ها پول مفهم نرسیده این یک واقعیته اینا باید حفظش بکنن سقوط این افراد هم خیلی سنگینه ببین طرف مثلا از بچگی به راستگویی معروفه مردم به همچین فردی چیه؟ بیشتر اعتماد میکنن این بدتر میتونه مردم بزنه زمین نگاه کن یه پدر سوخته من کی بوده واقعا نمیدونم کی یه پدر سوخته یه کلم چهار تا صفحه تو توراتو رو جابجا کرده دو تا آیه هم خط زده که چی اسحاق قربانی اسماعیل قربانی نیست البته بابت این کارش 20 تورات ریخته به هم اما ظاهر تورات شده چی اینکه اسحاق اون قربانی زبیه بعد خب بقیه آیات تورات چی میگفتن میگفتن اون پیامبر وعده داده شده از نسل زبیه اون آقای وعده داده شده آخر و زمان هم از نسل زبیهه میدونی چند میلیون نفر رو در طول تاریخ این بیشرف گمراه کرده خب آقا این چجوری ازش پرسیدن این لابد بین مردم به دینداری چی بوده معروف بوده خاخامی بوده این کار کرده یا آدم معمولی که نمیتونه فاتحه جمهوری اسلامی فقط یا آخون میتونه بخونه به شما بگم ها. امکان اصلا کچلوار جماعت امکان نداره مال این ها نیستن اسلام و فقط یک نفر در لباس اسلام میتونه بزنه زمین اینا خیلی مهمه ها هیچ کسی نمیتونه ببین امام در مورد ابو هریره دید چی میگه امام میگه اگه روحانیونی مثل ابو رو هر جا دیدید امامشون رو اندازید پایین میگه بزن ب... من نمیگم خیلی بزنیدشون قش خیلی جدی داره امام صحبت میگه من نمیگم خیلی بزنیدشون اما عمامه رو حتما بنوزید میگه بزنن عمامهشون رو بنوزید برای اینکه اینا به اسم لباس پیغمبر دارن چیکار کنن ببین این افراد خطرشون خیلی بیشتر زمان که خلیفه زمان که امراس نامنش به خلیفه ها که مصر بود دیگه که آقا من چیز میخوام یه قاری بفرست اینجا برای مردم اون ابن ملجم مرادی برش فرسه. جالب در نامه که نوشت به او نوشت من ایثار کردم این قاری قرآن رو بر تو فرستادم وقتی فرستادمش اونجا در اولین کار براش یه خونه بخر یک داری رو در اختیارش بگذار بیاد اونجا به مردم قرآن یاد بده بدون فلانی من ایثار کردم یعنی چی یعنی می‌خواستم اینو مدینه پیش خودم چیکار کنم نگه دارم یک قاری قرآن وقتی گرفتنش اینو میخواستن حکم قصاص اجرا کنن گفت میشه اول شروع کنید این دستام تیکه تیکه کنید بعد بیاد بود. چرا گفتش که میخوام در راه خدا این دستایی که باش با علی رو زدم قشنگ تیکه تیکه بشه در راه خدا یعنی کوتا نیومده بودا میبینید یه نفری که اینجا قاری قرآنه میتونه شمشیر دست بگیره بزنه امیرالمومنین و عجیب اینجاست که در دعای ندبه با چون عنوان یاد شده عشق الاخرین یعنی تو امت آخر زمان از این شقیتر وجود نداره بقول که از علما میگفتش که هر چقدر ما بد باشیم دیگه اون جایگاه و اشغال آخرین یه نفر بر خودش گرفته یه رتبه از اون بالاتری هرچی باشیم بالا ببینید چقدر اوضاع طرف خرابه اون میتونه همچین کاری بکنه اینا ضرباتی که میزنن امثال با حی... بگید بلعمه با اورا مستجاب و دعوه بود یعنی هر چی میخواست سرضرب انجام میشد نفرین که از سربازه حضرت موسی رو یک جا شیطون زیر خمش رو گرفت اونم استاد او دیگه شش هزار سال عبادت کرد و یه روانشناس حرفه ای تو رو تا نگاه میکنه براندازت میکنه که این هزار دیویست سال پیش یه سوژه این داشتم بابا شده رو بردم چقدر شبیه اون خلقیاتش این اصلا پرونده تو داره نمونه داره یه روش داره برای تو میبینده میگه اینو باید اینجوری باش برخورد کرد برای همین ما اصلا نمیتونم خودم با شیطون درد بیفتیم که اینا که به قول میگه هر که داراتر به دهکارتر این کارش سختتر ای این فراموش نکنید حالا اون کسایی که حالا این نکترم بگم کار اینا هم سختره فلیزا یک جایی میرسه که شما میبینید میگن که حسنات الابرار سیاد المقربین میگه اون چیزی که برای ابرار حسن است برای مقربین چیه؟ سیعه است خیلی از گناهه شما فکر کردید مثلا یه بچه نمیدونم مثلا اول ابتدایی مثلا ندونه سینوس 27 درجه چه چجور حساب میکنه کسی باش کار نداره اما کسی که درسشو خونده ماشین حساب مهندسی گشتن جلوش ازش میخوان حضرت یوسف علیه السلام دیر از آن مرکب پیاده شد همین پیغمبری ها نسلش گرفت حضرت یوسف توی زندان به با اون بابایی که خوابشون رو تعبیر کرد گفت میری برای اون سفاره شمار تموم شد هشت سال سیزده سال تو زندان خدا چپوندش حالا ما به این نفر میگیم آقا داریم میریم مثلا سفارش ما رو بکن گناه برامو؟ نه چه ای داره؟ آقا حالا ما که تعبیر خواب برات کردیم حالا یه سفارش هم بکن با این بند... ما رو به ناحق انداختن اینجا اصلا ما مقصر هم نبودیم خدا با او یه جور دیگه تا میکنه پس سخته حالا یه سری صفات رو ما بدی داریم اینا رو باید چیکار کنیم؟ اینا باید بجنگیم بنوزیم دور صفات خوب رو کسب بکنیم این از این حیث میشه سرمایه باشه ارزشمنده چون خودت به دست میاری بعد خیلی هم به جورایی حتی لذت بخشی هم داره میرین چرا به خاطر اینکه تو مثلا 15 سال جنگیدی که دروغ رو در خودت ریشه کن کنی اون اواخرش که دیگه داشته ریشه کن میشده مثلا یه ماه بوده دروغ نگفتی یه جا دهنه یه دروغ پریده بیرون آتیش میگیری دیگه شب خوابت نمیبره هی دنبال میگردی بر اون طرف رو پیدا کنی بگی آقا من بعد به خودت میگی خب خو آبروم میره چیکار کنم فلان برم کلی با خودت کلنجا می همین اذیت اذیت ارزشمندی ها همین اذیت تو رو به سمت کی داره نگه می‌داره؟ خدا بر هم میگیره وقتی خیلی رو با تعجبیه آدم میترسه اینو پشت بالا منبر بگه زارن از حضرت امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که اون گناهی که با بشه تو به سمت خدا بری بهتر از اون تکبریه که اون ثواب از سر تب... تکبری که تو از خدا درو کرد چون میگه هدف به سمت خدا رفتن بود دیگه نغز قرص که نمیتونه صورت بگیره که اینو خیلی دقت بکنیم اون زج کشیده توبه کرده اینو خیلی خوبه اینو ثبتش کرده مثل صخره نوردی داره میره بالا هر جوای میسته یک ساعت دو ساعت یه گیره ای رو تو صخره قشنگ محکم میکنه ها بعد میره مرحله بالاتر این میدونی چه فرقی پیدا میکنه این فرقش تو اینه که این روش مقابله با رزیله های اخلاقی رو یاد میگیره کلا متوجه چی شد بقیه رزیله های اخلاقی رو هم خوب راحت تر میتونه بزنه زمین راحت تا اما اون کسی که از اول داشته انگار که اصلا یومینه یک رزیله در این آشکار نشده این چی میگم بلقوه بلفعل نشده تا بلفعل میشه یارو میزنه زمین یارو هفتاد سال محکم وایستاده یوهایی یه دختری چپ بهش نگاه کن خونده میشه مثلا بله با او رو تو عبادت به مقام مستجاب و دعوی رسیده با یه ابروی فاتش خونده میشه اما این چیزی که جنگیده چون خودش اونور دیده به قول شیطونی ها رو بلده پدر سختگی ها رو میشنسه. میگه آه این سوژه جدید این شیطون ها خوش این کار است ما تجربه هم که ما این بچه هایی که دوربر ما هستن و این بچه هایی که تغییر پیدا کردن به خدای خیلی جاها بیشتر راحت‌تر هم کار بسپوری بهتر برات انجام میدن متاسفانه میبینی تو بچه‌هایی که مثلا از ابتدا خوب بوده محکم بوده مثلا این یک سری های اخلاقی همه نها ها بعضا عرض کردم وجود داره خیلی با. مثلا مغرورن فکر می‌کنن مثلا نم... الان بنده خدا نماینده خدا رو زمین همینان همه رو بر مبنای خودشون میسنجن همه نمازها با نماز اینا سنجیده میشه همه عقاید با عقاید اینها بسنجیده سنجیده بشه یک جور اصلا یک دیکتاتوری درشون میبینه وجود میاد اما بچه که اون گذشته رو داره میبینید؟ نه چون بدترین این رزیله ها اون شیطون و زمین چی بود؟ تکبر قرآن هم دیدید با خدا هم جایی که با ابا فر متک... بود ابا واستکبره استکبره فرعون میگه مستکبر بود رو میگه مستکبر بود شیش هزار سال ما جمع بزنن هممون همون شیش هزار ساله میتونیم عبادت بکنیم یه <تص> سجدش دو هزار سال طول کشیده یه جا سقوط میکنه چرا؟ چون شیطان اصلا نماد جهله ها تمام آن ها هست است آدمی جاهل نسبت به حق نمیسنجه نسبت به داشته خودش میسنجه دقت کنید یعنی مثلا وقتی یه نفر میارمش میگه که او رو نسبت به حقیقت نمیسنجه میگه که نسبت به من مبنا منه مبنا خودشه نسبت به نژاد خودش نژاد خودش بهتر نژاد تمام این نژاد پرستا هم احمقی هم. جاهل به من یعنی پان ترک میخواد باشه پان فارس باشه میخوام، هر خری میخواد باشه پان خر میخواد باشه اینا واقعا بعضی موقع من کانال های تلگرامیشو میرم چرخ میزنم میزان حماقت و خریت اینا رو میبینم مثلا یک نژاد بر یک نژاد دیگه برتری دو احمق رو چه حسابی حرفو میزنی چی داره که مثلا این نژاد بر نژاد دیگه ها عین حرف شیطونه شیطون مقایسه کرد گو من از این بهترم گل دید اونو اسماء الله رو ندید همه چی بر مبنای من اول من قاس هو ابلیس یعنی اولین کسی که مقایسه کرد ابلیس بود ما ها خیلی دوشار مقایسه ایم طرف اومده کنار نشسته داره نماز میخونه تو مسجد اصلا نمازمو تموم شده اصلا سر نماز چه تون تون نماز میخونه او به تو چه نگاه کن سر بعضی رو نگاه میکنه میگه چی؟ والا به خدا تو چطور به خود اجازه میدی؟ قضاوت بکنی؟ از کجا معلوم؟ شاید صده ها فضیلت اخلاقی داره که تو خبر نداری علم غیب داری؟ هیچی امام میگه که امام خمینی میگه که باید این رو از حالت عقلی از حالت باطنی که به حالت ظاهر کشیده شده دوباره از حالت ظاهر برگردیم به با حالت باطن و باید نشعه تغییر در همه ما سعی بکنیم و رو به استفاده کنیم یعنی واقعا فکر تغییر باشه و بشناسیم تغییر به سمت چی اون که الان بهتون میگم از کجا مبنامون از کجاست عرض میکنم خدمتتون و نکته دیگه که اول اینو دقت کنیم ما خودمون باید خودمون رو خوب کنیم دایه مهربون تر از مادر وجود نداره ما خودمون باید خودمون رو خوب کنیم از این اصلا هیچی... اینو به شما بگم و پیامبران الهی هم نهایتا کاری که میخوام بر ما بکنن تا یه حدود کمی اطلاعات به ما میدن میگه اگه نمیدونی این بقیهش تذکره همه اینا رو ما خودمون میدونیم دزدان میدونن امانت داری خوبه به پیر به پیغمبر پولی رو دزدن بخوان یه جا قایم کنم امانت بدن به این نفر به دزد دیگه نمیدن فهمی چی شد میدن یه جایی که برگردونه ظالم ترین حکومت هم عدلیه دارن همه خوبی رو میشناسن نه اینکه نشناسن که ما خودمون بعد خودمون رو خوب باید به فکر خودمون باشیم یه یکی بر تو دل نمیسوزه الان باید بگم اون دنیا ننه بابات هم هم یا المرء من اخی داداشت نمیشناسن هیچ کی برای خود دل بسوزون شروع کن خودت تو تغییر بده بله سخته مثل ترک اعتیاده عادت کردیم با یه سری از این خلقیات عمر گذروندیم اما باید تغییر بکنیم دیگه قرآن میفرماد انک به پیامبر داره میفهم انک لا تهدی من احببته یا رسول الله فکر نکن تو هر کیو که دوست داشته باشی میتونه هدایت کنی این معنی چیه تا نخواد نمیشه اون خودش باید بخواد که هدایت بشه و یه نرود میخواهن این در سنگ ابو جهل ابو لحب این جونورا دیگه نمونه آشن دیگه با چی کارش اسمش روشه ابو جهل اسمش روشه دیگه با بارها گفتیم عبدالله بن مسعود اومد بالا سرش بعد از جنگ زخمی شده بود گو ببین اگه من خواستید بکشید وقت سرام ببرید از بیخ از اینجا گردن ببرید گفت برای چی گفت کلا رو میچینه تو چش بشه سرام ببین آدم دغدغش دق چیه عجیبه اینو تو با تو فکر کن مثلا بعضی آقا مجبورم ببخشید اینجا بعضی مثلا ما رو میگم آقا خوشحال یک کاش مثلا تو دفترتون می بودیم سوالا اونو میپرسیدیم میگم برمیگم آقا مثلا تو فکر کن عموی پیغمبر خدا باشی از این سعادت بالاتر میگه به بهانه که عموشم سله ارهام دارم میبینم سر میزنم <applause> اموی عموی پیامبر خون به دل پیامبر جا به یه جای که جز مواردی که خود خدا فوشش داد تبت یدا ابی لهب و تب اسم برد خود آدم باید بخواد ولو بچه امام هادی باشه جعفر کذاب امام حسن نسیر آقا صاحب زمان قایم میکرد دست این میومد تو خونه ما حسن اسکر به بهانه سله ارهام آمار اینکه امام زمان به دنیا آمده یا نه رو مخفی میکردن آقا صاحب زمان از این آدم من یک جایی حضور زن ندارم کجا بودم و تو یک منبعی داشتم میخوندم حتی در مورد مشروب خوردن اینا مطلب خوردن. نطفه امام معصومه لغمه امام معصومه خورده تو خونه امام معصوم بزرگ شده ای رسول خدا انک لا تهدی من احببت تو نمیتونی کسی که نمیخواد لاکن لا یهدی من یشا یشا هم گفتیم فعل چیه دو طرف است یعنی او بخواد که من هدایت کنم تو واسطه فیزی وگرنه ما خودمون باید به داد خودمون برسیم خودم باید دائم به خودمون تذکر بدیم بارها گفتم دیشب گفتم آیت الله بعضی میفهمون که اگه به خودتون زیاد تذکر بدید ملکه ذهنتون میشه ای بابا این چه دروغه بود من گفتم ای با این چه بی احترامی بود من کردم ای با باز دوباره سر به صدا صدام بلند کردم بگو با خودت این تأثیر داره فاصله می بین تکرار این عمل اشتباه رقیق ترش میکنه کم رنگ ترش میکنه این تکرار بکنید آه چرا من بی خود عصبی شدم بشکن خودتو طرف اومده من تماس گرفته من دیروز کم بوده بابامو بزنم گفتم چرا آخه و رو مخم رفت بعد گفتم پناه بر خدا گفتم رو مخم نمیره هیچی یا خوبی ما گفتم ای هنر کردی رو مخت نره باش خوبی یادم رو مخش نره و غریبه تو خیابون میری مردم میزنم که کنار دارن رد میشن بود کاری ندارن آقا بیا من خب بزنم هم چی چیزیه مگه هنر اونجاست که رو مخت بره از کجا من... اولا معلوم میشه تو بر حق بودی یا او فرزن که چی تو بر حق بودی فرزن بازم حق نداری همچین کاری بکنی؟ گفتم برو دستشو ببوس گفت خجالت میکشه نه کی خجالت میکشی؟ گفت نمیدونم یه حسی دارم اون, اون کار شیطونه همونجا اگه شیکوندی نفس یه یکی از این زنجیراش کنده میشه چون کنده میشه تو امکان تحرک بیشتری پیدا میکنی دست رسید به اون فضیلت اخلاقی بعدی راحت تره. علمای علم اخلاق میگن هیچی مثل مخالفت با نفس سازگار نیست هیچی حال اینو بگیرید نذارید نمیشه بفهمون در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست آی قرآن نحنو عالم به ما یقولون آره ما, ما بیشتر بهتر میدونیم اونا چی میگن عالم و ما انت علیهم به جبارن تو مجبورشون کنی که فذکر بالقرآن من یخاف و وعید با این قرآن بهشون تذکر بده از اون کسی که از روز قیامت میترسه و کار پیامبر چی بود؟ تذکر یعنی میدونه یادآوری کن فذکر فما انت به نعمت ربک به کاهن ولا مجنون فذکر ان نفعت ذکر فذکر انما انت مذکر چقدر آیه داریم؟ تذکر بده ما نیاز به تذکر داریم گفتم مثلا تو خونه نشستی غذا میسوزه آروم آروم چون میسوزه متوجه یه نفر بیرون میاد تذکر میده میگه ای بوی سوختنی میاد بعد جالب دیدی واکنشمون آروم بلند نمیشیم یوی میدویم ما نیاز به تذکر جدی داریم حالا چطور باید ما به باطن برگردیم میخوایم بریم از یه عالم ظاهر ببین پس عقل در عالم باطن از حقایق باطنیه اومد در اثر این خلقت حالا تو حدیث امام صادق میفرماد خدا به عقل گفت برو رم این برو یعنی همین بیا تو دنیا و بعد فرمود چی برگرد این برگرد همین کاری که مواد بکنی دوباره از همین کسرت این همه تعداد این همه داده های اطلاعاتی که دوره برمونه برسیم به دیتابیس اصلی متوجه شدید به اون اصل باید ببین چطور ممکنه؟ این خیلی مهمه قرآن کلیدشو داده محسومینم فرمونه میفرمونن یه کسی میخواد به اول یه چیزی برگرده یعنی تعویل بکنه این باید از راسخونه در علم باشه راسخونه در علم کسایی اصلا که رسوخ میکنن دیگه اسمش روشه چاه عمیق میزنن به یه به اصلش میرسن به ریشهش میرسن تعویل به اولش میرسن اینا اولا علم باید دارن دوما اینا رو جای دیگه باز میکنه که چه کسایی هستن قرآن میفرماد خوب دقت بکنید میفرماد انه لقرآن کریم به راستی که اون قرآن چیه کریمه فی کتاب مکنون در یک کتاب چی مکنون یعنی چی پوشیده باطنی دور از دسترس میگه میخوای اینجا هم دیدید خداوند به پیامبر فرمود تو تذکر بده با چی تذکر بده با قرآن میگه منتها این قرآن در دسترس هر کسی نیستش لا یمسه الا المطهرون جز پاک شده ها نمیتونن به این دسترسی پیدا کنن تنزیل من رب العالمین عفا به هاذ الحديث انتم مدهنون خیلی جالب این داستان من شماست اول اول, اول. میگه اف ا... آیا ف... ف... به هاذ الحديث و همین ماجرا که بهتون گفتم الان انتم مدهنون مدهنون اد... دهن یعنی دهن یعنی روغن میگه دارید روغن مالی میکنید نه فارسیش ماسمالی میکنید خیلی خوشگل خدا میگه چرا ماسمالی میکنید چرا دقت چرا دقیق همین الان چرا به همین جمله که گفتم توجه نمیکنید ببین یه جمله خدا فرموده ولی آخه چرا دار... چرا تو... تب... خدا متوجه دیگه معلم دیگه سر کلاس یه سوالی می‌نویسه میگه تو امتحان میادا میگه تو در و دیوار میگه داره پنجره رو نگاه می‌کنه میگه دارم میگم تو امتحان میادا بعدم باز نهی بگی من چرا این سخت بود فلان بود به همان بود خدا همین میگه بابا من همین 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 هاز الحدیث همین این آن نه این میگه چرا داریم روغن مالی میکنی چرا ماس مالی میکنی فکر کن چی بهت گفتم تا پاک نشی امکان نداره دسترسی پیدا کنی پس دو چه بود شد یک دانستن دو چی پاک شدن ممکنه شما سالها درس دین بخونی اما رو تسکیه نفست کار نکن امکان نداره عاقل بشی نمیده بهت فلزا دونه مثلا اسم اعظم چیه فکر میکنه چهار تا کلمه از هر کسی بگی استفاده کنه تمومه این کلید نیستش که هر کسی دستش بشه بندازه در رو با کنه که نه عزیز من میگه که یه سره یه مقامه اونو به جز به پاکا نمیدن خب مصداق کامل و تامه این میشن که و یو تحرکم تطهیرا اصلا در تفسیر راست خونه و امیر المومین رو مثال زده مثال که نه معنیش یعنی علی بعد و پاک و پاکانی که این ویژه حالا شما هم میخوای تو اون مسیر بری باید چیکار کنی؟ یک معرفت دینی تو زیاد بکنی درست شد؟ معرفت دینی تو زیاد بکنی دو تسکیه نفس انجام بدی این نفس رو باید رامش بکنی نه باید بذاری وحشی بازی در بیاره نه بذاری لنگو لغت بندازه اگر این کار کنه فایده نداره اصلا آیت الله لزما شو مرجع تقلید شو بشو همون خاخامه آخرش برمی داره یک کتابی رو بر داره چیکار می‌کنی جابجا می‌کنی میلیون ها نفر در طول تاریخ گمراه میشن تا همین الانش بسیاری از جنگ ها من بزرگترین دروغ و مهمترین دروغ تاریخ همین دروغ بوده یه دونم به حساب اون بابا می نمیسن. هر اتفاقی داره میفته کپی پیست بر اونم میذارن و خیلی خ... برای اینکه تزکیه نفس نکرده یه لحظه گفته ا ما از خودم از ب... ما از بنی اسرائیلیم بیایم بپذیریم اسماعیل بوده ببین چی شد بازم این تکبر بازم منه میبینید خیلی رو میزنه زمین فلذا وقتی تا منو نشخونی نمیتونی برسی بش. قرآن فکر کنم سوره نازاته آیه خیلی خوبی داره میگه ان الجنت هی المعوا میگه جنت بهش معوا یعنی خونه خونت میشه آسایشگاه و آرامشگاهت میشه کیا و اما من خاف مقام رب بهی اون کسایی که خوف دارن میترسن و نه نفس عن الهوا نفسشون از چیه نه میکنن بارها گفتیم تو سخن ها از هوا هوا گناه, گناه نیست هر هوایی گناه نیست یعنی من بعض موقع مثلا حوض میکنه بستنی بخورم گناهه؟ نه هیچ کجا بیه جو بستنی خورم گناه باشه اما یه جا حوثونگیم شده دیگه اصلا برم همش بستنی بخورم خب اینا میگه که اون کسی بهش جاشه اصلا محلشه خب اون کسی که نفسش رو نهی میکنه از هوا نه از گناه معلومه باید از گناه نهی بکنه اون که عادیه اما پاتوق آها معوا بگیم پاتوق مال خودش اصلا ما چقدر به این قدرت رو داریم که این نفسمون هر چی ببین نفسمون باید با ما همه کنه چیز رو خواست نه اینکه ما کل کارامون رو باید تعطیل کنیم ببینیم نفسمون چی میخواد اینجاست ما داریم خودمون شروع کنیم و ببینید پس اون دا... یک دانستنه دو تزکیه نفس فکر نمی کنم در قرآن جایی باشه که خدا 17 18 تا قسم خورده باشه پشت سر هم ببین زمین و یکی میکنه و شمس و زها و القمر ازا الله و نهار ازا الله ها و لیل زایخ ها همینطور همینطور 17 هیجده تا قسم قد افل همن زکاها کسی برد رستگار شد که چیکار کرد ظرفش شست این همه قسم رسید بر همین تزکیه پاک شدن ما باید به سمت پاکی بشیم تو فکر فهم... میکنه بعضی خیلی جالبه میگن آقا یه ذکری نیست مثلا بگیم یهویی یه مثلا این فکر که هری پاتر نمیدونم این چیزا ما نداریم تو اسلام این داستان این قصه ها این خبران نیست مقامه باید پاک بشه نفسه بفهمه بعد آروم آروم تن. بعد جالبه میبینه همون اطلاعات علمی که بهت میرسه خوب دقت کنید اطلاعات علمی که بهت میرسه میبینی در حالت پاکی و ناپاکی 180 درجه برداشتات متفاوت مثال قرآنی براتون بزنم میگه من نزل من القرآن ما هو و شفا و رحمت للمومنین ولا و لا یزید و الا میگه همین قرآن مؤمن ازش یه برداشت میکنه شفا اوست اما برای ظالم خسران میره. آیا آیا قرآن خوندن هم؟ از اینجا یه برداشت دیگه ما میتونیم که این چیزایی که ما الان دو تا چهار تا ها و این زوایا رو میشه حساب میکنیم علم مهندسی چه اینا علم نیست چرا چون چه به پاکی و ناپاکی نداره متوجه چی شد از غذا به ناپاکا الان جلوترن <تص> من نمیگم نباد به دست اشتباه نکنید یه ابزار زیستن تو لازمه برای تو آخر زمان بالاخره مهندس میخواد ساختمون بسازه فرمولا بعد حساب کنه اما اون علمی اون علمی که تو رو به باطن هستی دوباره برات گردونه به اون عقل کل دوباره تو رو ارجاعت بده اون علم علم رهایی بخشه وگرنه چه فایده داره هیچ هیچ فایده نداره یه بخش شده این پس ما باید بریم به سمت فهمیدن این فهم یعنی چی فهم معارف دینمون بسیاری از مسائل اسلامی با... باید و نبایده مثلا نماز بخون باید نباید مشروب نخور باید احترام به والده نباید بی احترام به والده همین زیاده دیگه خب این باید ها نباید ها یه جوری قوانینه دیگه آقا باید چراغ سبز این نباید چراغ قرمز اون اما معارف دین خیلی اهمیت داره همینا مهمه یا برداشت غلط نکنی اصلا اینا رو تو این باید و نبایت ها رو با معارف دین میتونید تحلیل بکنی طرف میره معارف دینش رو این خیلی خطرناک باید بریم یاد بگیریم خب معارف دین ما کجاست مبناش چیه خود امام تو حدید توی همین شرح جنود میگه اما امام هم نگه خب همه میدونید همون چیزی که پیامبر ماترک خودش بود و به گذاشت چی بود؟ ساقالب قرآن اجره اینجاست که امام صادق علیه السلام میاد 75 تا از سربازای جل و 75 تا از سربازای چی؟ عقل رو معرفی میکنه میگه اگه اینا رو داری محکمش کن خوبا رو این بدار رو از بین ببر ببین داری یا نداری این دیگه دست خودتونه دیگه ما بگیم که آقا مثلا من نمیدونم دروغ میگم یا نمیگم خالی نبندیم دیگه به خودمون دروغ نگیم ببین اگه میخوایم هدایت نشیم خب چه چی کاری برو حال بر. خب اما اگه واقعا برنامه ریزی کردیم میخوایم یه چیزی خب خودم از همه بهتر بودیم ما قشنگ میدونیم چه غلط هایی کردیم تعارف هم نداریم معصوم هم نیستیم اونها رو باید سعی کرد چند سال پیش همین جا یک سخنرانی کردم شش جلسه به عنوان چگونه گناه نکنیم چگونه گناه نکنیم در واقع معنیش این بود چگونه اراده خود را تقویت بکنیم ماها دوست نداریم گناه نکنیم بلد نیستیم چی اراده ترک گناه نداریم اگر یادتون باشه نزدیک چه میدونم 20 20 چند چند تا روش بود خاطرم نیست چندین روش گفتیم که همش این بود که ارادهمون تقویت بشه اصلا من یه جایی میگفتم که آقا یه سری عادت هایی که دارید توی زندگیتون بذارید کنار مثلا شما عادت دارید به غذا آب بخوری با اینکه اصلا خوب هست یا بد هست به لحاظ طب اسلامی که بد است با اون کار ندارم بگو من ده روز با غذا ق... آب نمیخورم عادت داره حتما غذا چی باشه شور باشه بعضی رو دیدید اصلا تو غذا رو میذاری نمک میذاره دقت یعنی اصلا نمیدونه اصلا چک نکرده خب بابا با با لام به چکی کن گویا که از این شرکت های بزرگ غربی میخواسته مدیر فروشش رو انتخاب بکنه تو کل مصاحبه یکی دیگه انتخاب کرده یه روز باش میگه خب بریم حالا آخرین صحبت ها رو کنیم. قرارداد با هم ببندیم بریم رستوران میرن تو رستوران تا غذا رو این نمک که میریزه میگه نه میگه چرا میگه تو نشون میده نشون نه. این نشون این رفتار تو نشون بود آدمی هستی که قبل از بررسی قضاوت میکنی تو به درد شرکت ما نمیخوری خداحافظ شما یه سری ر... پر از این عادت ها هستیم بذاریم کنار آقا عادت داریم زیر سرمون متکای بلند باشه اینا گناهه؟ نه اما یاد میگیریم که چطور به اون نفسمون بگیم ساکت شو اینجا من حرف میزنم حال کردم سه روز گردنم درد بگیره به تو ربطی نداره سه روز سختشه دیگه یه بنده خدا بود گفت من هر کار میکنم نمیتونم دمر نخوابم دیدم روایت داریم که خیلی بد و اینجور چیزا دارم اذیت میشم گفتم خب شروع کن سخت میگیرم گفتم یه یه هفته در روز رو مبل خواب چون رو مبل نمیتونی دمر بخواب قوس میشی برعکس این این. <applause> خب آره یا باید به شونه بخواب یا تاق بخواب بخوای پاتو جمع کنی بعد میگفت اون دو سه روز اول پدرم در من گفت صبح اصلا خواب خواب بودم چون نمیتونستم بخوابم خانم باردار نمیتونن هر جوری بخوابن بعد روی شونه خیلی خاص وقتی میخوان شونه بچرخم بعد باید بشینن بعد دوباره مثلا خیلی سخته میبینیم مثلا اون روزای اول واقعا بهشون سخت میگذره چون این نوع خوابیدن عادت نداره من خودم اون زمان که دانشجو بودیم بغل سر و صدا میکردم عادت کردم دستم بزنم رو گوشم بخوابم تا صدای این دوستان ما که همه جور صداهایی که شما فکرشو بکنی اینا از سه نصف شب انگار مثلا روز کله صبحه، اینا در آوردن من دست عادت کنم دست میزنم رو گوشم میخوام خدا شاهده شاید بگم تا ده سال گذشته بود من جا اصلا سکوت مطلق بود. اگه دستم رو گوشم نمیذاشتم خواب نمی بود یک قبیله رو در آفریقا هست میذین تو اینترنت میاد اینا یه دستشون اینجا تکیگاه میذارن حالت بعد بقی باشم اینجا دراز میکنن اینطوری میخوابن سرشون رو زمین نمیزن این برای دانشمندا سوال شده بود که اینا چه اینجوری بررسی کردن آقا اون منطقه که اینا بودن نمیدونم چطور بوده مورچه داشته نه چون مورچه تو گوششون میرفته اجداد اینا به این نتیجه رسیدن و بچه‌هاشون همینجوری بار می آوردن یعنی مورچه کلا مشکلش برطرف شده بود نبود اینا هم, هم ما عادت کردیم به سر چیزا اول بس برای ح... ح... خیلی ما گناهامون اصلا عادت کردیم به گناه عادت کرده طرف به هیزی عادت کرده به دروغ گفتن اصلا کسی کارش نداره میگه میمیره آقای خالی, خالی رو بر چی بستی یه جایی ما هفتش ده سال پیش بود یه بند خودی کنار ما نشست و یا یه عکسی به من نشون داد یکم مسئولین داشت قرآن میخوند عکسی بودیم بعد گفتم خب چیکار کنم گفتش که این عکسو خودم با گوشیم گرفتم حالا یکی از مسئولین که مثلا امکان نداره با گوشی تو با فاصله اون مثلا باشی خب عکس رهبری گفتم من گفتم اینترنت مثلا یه عکس گرفته آورده تو گوشیش داره من نشون میده قشنگ یادمه هم از این کا 800 بود بعد من گفتم خب که چی مثلا داره مثلا چه اتفاقی افتاده چیه گفتش که اینو خودم گرفتم و تو همه گم هم با کی تو مثلا فلان <تصفح> <تصفح> بعد این گذشت چند وقت بعد باز دوباره ما رو تو یه جای دید گفتش که آقا خبر داری دیروز رئیس جمهور اومده بود دانشگاه فلان بعد ما رو دعوت کرد بودم جو بعد من خیلی عجیب بود توی شهر کوچیک من اون موقع شاهرود بودم اونجا درس می‌خوندم بعد یه شهر کوچیک رئیس جمهور اومده تو شهر رفتی که خبر نداره من فردا که از مسئولین شهر رو دیدم جلسه داشتیم بابت راهیان و نور برای شما آقا رئیس جمهور اومده تو شهر رفته بعد شما چطور گفت چی گفتم, گفتم. آقا بیخیال این ناراحت گفت مطمئنی گفتم با یکی این بندگون خدا گفت خودش گفتم و من تو جلسه بودم رفتیم اونجا تو دانشگاه هم جمعون کردن این ناراحت شد فکر اینو پیچوندنش <تصفح> تلفن رو برداشت زنگ زد بر, بر به اینو به, اون به اونو به اونو کاشف فهمل اون این لامصب مرض داره خالی میبنده خب بگی من کشتنت مگه گیری عادت کرده به دروغ گفتن میدونی عادت کرده با یه سری حرفای گنده همیشه چی باشه تو چش باشه ضعف شخصیتی داره آره ما هم یه حساب آره درست حساب ادبش کردیم آره من با هم بند خدا با هم مسئول گفتم آقا حالا که اینجوری شده اینو یه خورده بدین این ادبم بشه و گفت آقا ما پاییم. گفتم بسم الله یه خودش بند خدا خورده نه اذیتش کرد خب ببینی عادت که بعضی ما عادت میکنیم که مثلا گندگی کنیم با جل دهن تو بگی عادت کردیم هر بعضی موقع نگاه کنم به خودم رجوع کنیم بگیم چقدر ساکت شد اینجا یه چیزی بگیم دقت کردید یه چیزی بگیم دیگه چقدر بد شد ساکت بعد یه چیزی بگیم جالب باشه میگرده طرف تو ذهنش اینور اونور اینور اونور این, ور اون ور این ور اون ور. آقا یه آقا یو یادش میفته آقا من داشتم میومدم نمیدونم مثلا تو را یه نفر اینجا تصادف کرده بود یه چیز به خاطر این همه اینا که ما ضعف شخصیتی داریم برای همین که این منه میخواد دیده بشه همین همین من است لام است همین من است ما باید شروع بکنیم پس چی شد برای رفتن از ظاهر به سمت باطن دو تا کار باید صورت یک علم آموزی خب علم آموزی هم گفتیم علم یعنی چی معارف دین تو بشناسی آقا من چند بار تو این روایت رو گفتم که من خودم وقتی روایت رو خوندم میدم خود در خود منم هست تعارف <applause> <applause> که نداریم که گفتم خدای منو ببخش نمیدونستم کمکم کن تغییر بدم بعد که بهش فکر کردم دیدم چقدر درسته آقا اگه شما در طول عمرتون براتون پیش اومده که یک جایی صبر کنید به هر دلیلی یکی دیگه بهتون سلام کنه نشونه نفاقه آره دیگه بعضی موقع میگم کوچیک‌تره <تص> این پرو میشه بعد یه لحظه دم نشونه نفاق خب تموم شد که معصوم فرموده تموم بعد یه لحظه با خودم گفتم راستی تو سیره پیامبر این است که هیچ احدی نتونست از پیامبر در سلام کردن پیشی بگیره او یعنی چی؟ بچه سه 4 ساله پیامبر سلام میکرد بهش یعنی من پیامبر بالاترم دیدم چقدر این خطر از فردا شروع کم با خودم لچ کردن مثلا مسابقه این که چی؟ سلام بعد به کسایی هم سلام بدن که بدی که رو مخن آره دیگه کسی که الان این سلام دادن پررو میشه ابن به همون سلام بده این تو این, این و... اینجا داری میجنگی دیگه این میفهمه با تو نباید ور بره با تو ور رفتن و به تو دستور دادن هزینه براش داره متوجه شدید ایناست که این معارف اهل بیت آدم میگه اما طرف این حدیثو رو نخونده باشه نمیدونه کماکان در همین جهل مرکب باقی میمونه اون دنیا میبینه دارن محاسبه انجام میدن ای گذاشتنش قاطی منافقا آقا بی خیال منافق چیه اشتباه شده به فرشته ها میگه یه ندو داشت اینجا اشتباه در کار نیستش کور بودین این حدیث رو نایدی نه والا ندیدم غلط کردی نایدی باید میرفتی میدیدی حل یسته به لذینه یه علمون و لذینه لا علمون آیا کسی که میدونن ما کسی نمیدونن برابرن تا اولین چیزی که وظیفت بود باید میرفتی رفتی نشستی اسم شماره کفش همه فوتبالیست رو را ا علم نافع و غیر نافع داریم دیگه به چه دردت میخورد یه موقع از فردوسی پوری ازش نون در میاری بسم الله یه موقع استش که که چی مثلا رفتی وقت تو گذاشتی ما خیلی اه 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 چیزای غیر نافع داریم یاد میگیریم کلی سو به دردمون هم نمیخوره یک عبارت حضرت امیر داره نکته آخرم عرض کنم خیلی زیباست حضرت امیر در تعریف راسخونه در علم حضرت این خیلی بحث داره و واقعا شاید اصلا صلاح نباشه آدم عمومی اینطور بگی اینا رو یعنی بحث رو باز بکنه چون در خود در مورد مقامات اهل بیت یه بحثی پیش میاد اون موقع خونه در علم اینه که یک سری علوم رو میرن یاد میگیرن یه سری علوم رو عمدی یاد نمیگیرن یعنی انگار یه صندوقچه کنارشون عمدی اصلا درشو باز دم دستشونو میتونن نمیکنن یکی گفت امام زمان خودش میدونه که زور میکنه یا نه یعنی چی شد؟ برخی میگن این علم فقط نزد که خداست پس میگن یعنی امام زمان نمیدونه ما خدمت یکی از علما رسیم ازشون پرسیدیم اینو یه یعنی عبارت خیلی قشنگ استفاده کردشون فرمود که به خاط میدونه خیلی ها یعنی 1100 و و خورده ای سال این بر دستت باشه همینج بازش کنی میدونی که اما نکن ما هم میتونیم جلو خودمون رو بگیریم در مقال شهوت یاد گرفتن یه سری چیزا که میدونیم به نفعمون نیست خب سرتون رو درد بردم از میکنم تجلیل الفرج امام زمان صلاباتو نبفن